معمولا خودتون بعد از گذشت چه مدتی بعد انتظار داشت که از بین بره این وضعیت؟ هرچی که تو سنین پایین‌تر شروع بشه معمولا احتمال این که رد بشه بیشتر هست، ولی معمولا بستگی به طول زمان داره. تیک هایی که زیر یه سال دوام میارن معمولا تیک های سادن که میگذرن، ولی تیک هایی که بالای بیش از یک سال تو بچه داره دوام میاره و داره مزمن میشه اون توجه بیشتر میاره. سپاسگزارم. قبل از شنیدن تلفن بعدی من این رو عنوان بکنم که موضوع برنامه ما راجع به اختلالات شایع روانپزشکی اطفال هست و وقتی راجع به اطفال صحبت میکنیم یک دامنه سنی از بدو تولد تا 18 یا 21 سالگی مورد نظر ما هست و خانم دکتر هم تخصصشون در این حیطه سنی است. تلفن بعدی رو با هم میشنویم. سلام بفرمایید. سلام علیکم. روزتون بخیر. خوش اومدید. متشکرم. خدمت خانم دکتر سلام عرض میکنم. من ازم خانم مزاحم شدم. خانم دکتر من یه بچه‌ای دارم 9 ساله. بعد هم خیلی استراب شدید دارن، هم مدفوع مثلا لباسشون لباس دیرشون مثلا هر دفعه یه مقدار مدفوع پیدا میشه، خیلی هم پرخوشگر شدید مثلا همچنان که یه چیز رو که میخوانده حتما باید بهش بدیم دیوار درها رو میزنه به هم، چیزا رو میشکنه، همیسته پرت میکنه، اینقدر تو سر و مغزش میزنه که خودش بعد با میشینه گریه میکنه. خیلی هم شدید لج بازن، اصلا به حرف من گوش نمیکنن، مثلا از باباش اصلا نمیترسن، هر به باباش من مثلا بعض ما همچی میشه که بر میگرده مثلا جواب باباش نصاب میدن. بله. خانم دکتر شما سوالی ندارید که از این بیننده بپرسید یا اینکه کفایت میکنید؟ خیلی متشکرم از تلفن شما خانم دکتر، به سوالتون پاسخ خدا نگهدارتون. بله، همین که فرمودید جز اختلالات شایعی بود که قرار بود صحبت هم بکنیم. انکوپرزیز میگن یا در واقع دفع مدفوع هست که معمولا به این معناست که بچه مدفوعش رو در جایی که مناسب مثلا یه توی شلوارش رو میکرد معمولا درمان نمیکنیم، درمان‌های رفتاری. بله، سپاسگزارم. درمان‌های رفتاری، ما وقتی راجع به درمان صحبت می‌کنیم درمان ممکنه دارویی باشه یا اینکه درمان غیر دارویی و رفتاری باشه یا اینکه هر دو اینها توأم با هم باشه. اگر تلفن بعدی آماده هست می‌شنویم. بله، با برنامه گفتگوی پزشکی هفته سیمای مرکز اصفهان در خدمت شما هستیم و درباره اختلالات روانپزشکی در کودکان با شما صحبت می‌کنیم. خواهش می‌کنم که با ما همراه باشید. بیننده ای تلفن زدن و سوال کردن، گفتند که 2 ساله که فرزندشون دچار تشنج هست و 1 سال دچار تیک دست و پا شده و نگران هستند که باید چه کنند. خانم دکتر خواهش می‌کنم. خیلی وقتا ممکنه که این حرکاتی که به صورت پرش هست یا به صورت تیک نمود میکنه خیلی وقتا ممکنه خودش قسمت از یه تشنج باشه. اینه که پس توصیه اول ما این هستش که حتما